با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت همه عزیزان. بنده رضا بابایی هستم، مدرس نرم افزارهای رویت آرشیتکچر و رویت استراکچر. این دوره آموزشی که برای فرادست ثبت میشه، عنوانش هست آموزش پروژه محور رویت، مدل سازی ساختمان 7 طبقه فولادی با اتصالات پیچ و مهره. البته لازم به ذکره این دوره آموزشی در ادامه دو دوره آموزشی قبلی این جانب هست که عنوانش هست آموزش پروژه محور رویت، مدل سازی ساختمان 7 طبقه بتونی با رویت، و یه دوره دیگه هم هست به اسم آموزش ساخت فامیلی دو بعدی و سه بعدی در رویت. و پیشنهاد میکنم دوستان قبل از این دوره با اون دوره آشنایی لازم رو پیدا کرده باشن. ما در این دوره چیکار میکنیم؟ ما تو این دوره میام یک ساختمان فولادی که نقشه هاش موجود هست رو شروع میکنیم به مدل سازی در نرم افزار رویت. البته فایل کد کار رو تو همون فولدر دوره برای شما دوستان قرار دادم که عنوانش هست استیل پروژکت. همچنین فایل پی دی اف کارم برای دوستان گذاشتم، چون ممکنه بعضی از دوستان با نرم افزار کد آشنایی نداشته باشن و از این فایل کد نتونن استفاده کنن. و دقتم کنید، اصلا هم قرار نیست فایل کد رو ایمپورت کنید توی رویت. قرار کل مدل سازی با چی انجام بدیم؟ با نرم افزار رویت. فقط این نقشه کد به عنوان یه الگو میخوایم داشته باشیم، بدونیم ابعاد اندازه به چه صورتی باید در نظر گرفته بشه. نرم افزار رویت باز میکنیم. ورژن رویتی که در این دوره در خدمت دوستان هستیم رویت 2024. پیشنهاد میکنم دوستان هم همین نسخه رویت رو رو سیستمشون نصب کنن. حواستون باشه دوستان، رویت سیوت پروژن پایین نداره، همونطور که تو دوره قبلی گفتیم. یعنی اگر با 2024 کاری انجام بشه، به هیچ صورتی با ورژن های پایین تر قابل باز شدن نیست. خب نرم افزار رویت رو باز میکنیم. روال کارم شاید خیلی شبیه همون دوره مجسازی ساختمان بتونی باشه. رویتی که باز کردیم، اول از همه باید یه تمپلیت شروع کنیم. چیکار میکنیم؟ نیو رو از این قسمت مدل میزنیم و لیست رو باز میکنیم. یک تمپلیت مناسب برای کارهای سازه‌ای انتخاب میکنیم که شاید احتمالا اینجا نداشته باشیم. خب اینو میبندیم، کنسل میکنیم. یادتون باشه گفتیم برای اضافه کردن تمپلیت یک بار روی این بک بزنید. روی این بک زدید، یه روی این فایل کلیک کنید و از اینجا گزینه آپشن رو بزنید تا پنجره آپشن باز بشه. وارد شاخه فایل لوکیشن میشید. تو این شاخه فایل لوکیشن، تو این قسمت پروژکت تمپلیت، تمپلیت مورد نظر رو بعد اضافه کنید. به چه صورتی اضافه میکنید؟ این به اضافه رو میزنید ادولیو. ادولیو که زدید، میرید توی مسیری که تو دوره قبلی هم بهش اشاره کردید. مسیر اصلی کجا بود؟ سی پروگرام دیتا، فولدر پروگرام دیتا، که البته حواستون باشه که به صورت هیدن قبلش از حالت های درش بیارید. فولدر پروگرام دیتا، بعد فولدر اوتودسک، بعد فولدر آرویتی 2024. البته اگه ورژن های دیگه رویتو نصب دارید، مثلا آرویتی 2023. خب اینو باز میکنید. اینجا چیکار میکنید؟ فولدر تمپلیت رو باز میکنید. اینجا پیشنهاد میگم انگلیش رو باز کنید و از اینجا یک تمپلیت مناسب سازه‌ای انتخاب کنید. برای کارهای سازه‌ای، چه فولادی چه بتونی، معمولا مناسب ترین تمپلیت استراکچرال آنالیز دیفالت متریک. اینو انتخاب میکنید و از اینجا اوپن میزنید. این تمپلیت اضافه میشه. یه نکته دیگه، ممکنه بعضی دوستان بگم ما تو این مسیری که معرفی کردم تمپلیتی نداریم. نگران نباشید، من تو همین فولدر اصلی، یعنی همون S1، براتون یه فولدر گذاشتم به اسم تمپلیت. بازش کنید، داخل این تمپلیت های مورد نظر هستن، از جمله استراکچر آنالیز دیفالت متریک. اگر به هر دلیلی پیدا نکردید، از همین جایی که واسهتون گذاشتم این رو به سیستمتون چیکار کنید؟ معرفی کنید. گفتم دیگه، یعنی این به اضافه میذارید، میرید تو اون مسیر حالا تمپلیت رو معرفی میکنید. خب اوکی میزنیم، این صفحه بسته بشه و از اینجا گزینه هوم رو میذاریم به صفحه قبلی برمیگردیم. حالا گزینه نیو رو میزنیم. نیو رو که زدیم، لیست رو باز میکنیم، تمپلیت استراکچر آنالیز دیفالت متریک رو انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم تا صفحه نرم افزار جلومون باز بشه. پروژه‌ای که میخوایم انجام بدیم، گفتیم دیگه، یه ساختمان فولادیه. تعداد طبقاتش هم توی نقشه، یعنی طبق نقشه، یک ساختمان 7 طبقه است. ببینید که نقشه ستون‌ها به صورت یک ستون H هست، بیس پلیت، حتی فونداسیون اینا هم هست، مقاطع ستون هم اینجا به ما نشون داده شده، همچنین مقاطع تیرا رو هم اینجا معرفی کرده که چه مقطعی باید واسش استفاده بشه
و شکل مقاطم اینجا نشون داده و اتصال تیر به ستون پروژه هم برای من اینجا نشون داده و نمایش داده شده. با این پروژه میخوایم کارمون رو پیش ببریم. فایلمون هم مرحله به مرحله سیو میکنیم و پیش میریم. من این تمپلیتی که باز کردم یادتون باشه در گام اول بهتره که واحد پروژه رو تبدیل به یه واحد مناسب کنیم. واحد مناسب میشه گفت شاید الان متر باشه. میام توی منیج پروژه یونیت رو میزنیم. این گزینه شورتکاتش هم UN اینو که زدید واحد طولی پروژهتون میلیمتره. روش کلیک میکنید واحد طولی پروژه رو تبدیل به واحد متر میکنیم. و اینجا هم روندینگ یعنی تعداد رقم اعشار رو چون واحد و متر گرفتیم میذاریم تو دسیمال پلیسز یعنی تا دو رقم اعشار. اوکی میزنیم و اوکی میزنیم. واحد پروژه‌مون هم درست شد. مرحله به مرحله فایلم براتون سیو میکنم که داشته باشید که گام به گام با من پیش بیاید. به اسم استیل پروژکت 01 این رو سیوش میکنیم. در این قسمت در گام اول میخوایم تراس ها یا لیبل های پروژه رو ترسیم کنیم. روند کار مثل همون پروژه بتونیه. میایم نقشه کد رو باز میکنیم و لیبل ها رو اینجا میبینیم. طبق نقشه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 و 9 تا لیبل اینجا فرضاً تعریف شده. که حالا ما بر اساس این لیبل ها کارو چیکار میکنیم؟ پیش میبریم. خب رویت رو باز میکنیم. میام تو نمای نوس و لیبل های پروژه رو ایجاد میکنیم. رویت رو میذاریم روی این حالتی که شما قبلا اون پروژه بتونی رو مشاهده کردید. خب میام اینجا پایین ترین تراز منفی 5. خب میام این تراز رو میدم منفی 5. واحدمون هم متر و تراز بعدی رو چند میدم؟ طبق نقشه منفی 2.20. میتونیم هم ترازه رو اندازه بزنیم مثل همون کاری که تو پروژه قبلی انجام دادیم یا همینجا کد ارتفاعی‌ها رو وارد کنیم. دیگه چون دیگه روند تکراریه که همین اعداد رو میخونیم دیگه. منفی 2.20 مثبت 1 اینو میذاریم منفی 2.20. لول های دیگر رو نداریم. میایم لول های دیگر رو از طب استراکچر البته از طب آرشیتکچر هم میتونید ایجاد کنید. از طب استراکچر فرمان لول رو میذاریم. لول ها رو هم مرتب میکشیم. از سمت چپ به راست میکشیم. طبق نقشه 9 تا لول میکشیم. این پروژه میشه گفت یک طبقه یا دو طبقه زیر زمین داره. خرپشتم که به عنوان حالا طبقه حسابش نمیکنه عملا شاید از رو سطح زمین بشه گفت 7 طبقه تراز حساب بشه. یعنی اگه با زیر زمین حساب کنیم شاید ساختمون این یه ساختمون 8 طبقه حسابش کنیم. خب لول ها رو به این صورت میکشیم و میایم اعداد رو طبق نقشه میخونیم. 1 مثبت 4.80 میایم اینجا اینو میدیم 1 اینو میدیم 4.80 بعدی 7.70 11 و لول بعدی 14.30 17.60 و آخرین تراز که خوب میشه تراز خرپشته دیگه 20.90 میزن اینو میزنیم 20.90. خب لول ها رو کشید. البته گفتم شما میتونید اینا اندازه بزنید یا روی اینا کلیک کنید ارتفاع طبقات رو وارد کنید. میبینید این پروژه رو ما یه طبقه میشه گفت پارکینگ و ما بقیه طبقات رو از کف زمین 7 طبقه در نظر میگیریم که یک طبقه هم به عنوان خرپشته در نظر گرفته شده. نام لول ها هم اینجا درست کنید. این لول آنالیتیکال هم نیازی نداریم. این دوتا رو روش کلیک راست میکنیم و پاکش میکنیم. لول 1 تا 9 بهترین نامش هم درست کنید. نامشو یادتون باشه گفته بودیم هر نامی میتونید بذارید ولی پیشنهاد میکنم اول عدد بذارید. چرا؟ چون با گذاشتن عدد این لول ها به ترتیب اعداد سورت میشه و مرتب میشه. خب پایین ترین تراز چی میذاریم؟ میذاریم اسمشو 0.1. مثلا بذاری چی؟ پارکینگ منفی 2. نقشه رو چک کنید ببینید چی هست. ولی یه پیشنهاد میکنم اینطوری نامگذاری کنید. بنویسید 0.1 کد ارتفاع این چنده؟ منفی 5. بنویس منفی 5. چه خوبی داره. یه سو میزنیم که تغییر نام انجام بشه. این دقیقا نامش همون کد ارتفاعیش باشه.
ببینید مخصوصا تو کارهای سازه‌ای ما نمیگیم طبقه 3، ما میگیم تیرهای تراز مثبت 50-60، تیرهای تراز مثبت 11-70. حالا شب فلور 3 باشه 4 باشه نمیدونم، اون واژه‌ای که مثلا میگیم فلور 3 فلور 4 شاید عمدتاً بحثای معماری باشه. پیشنهاد میکنم اینطوری نامگذاری کنید، حتی پروژه های بتونی، هر پروژه سازه‌ای دیگه، صفر دو کاما منفی 2 است. اینتر. حتما هم یس رو بزنید. بعدی صفر کاما مثبت 1. یس. صفر 4 کاما مثبت 4.80. اینتر. میتونید این تیکه دونشور هم بزنید که هی دیگه این پیغام نیاد. ولی حتما حواستون باشه یس رو بزنید. اگه یس رو ندید نو رو بزنید اینجا رینیم اتفاق نمیفته. یس. بعدی صفر 5 کاما اسکیپ بزنیم. صفر 5 کاما مثبت 7.70. صفر 6 کاما مثبت 11. صفر 7 کاما مثبت 14.30. صفر 8 کاما مثبت 17.60. 0.9 کاما مثبت 20.90. خب اینجا ترتیب ترازمون مشخص شد تو این شاخه استراکچر پلن. خب لول های کشیدیم تو نماهای مختلف هم برید این لول ها رو دارید. بعد بحث لول تموم شد. یه پیشنهاد دیگه هم میکنم، چون بعضی دوستان شاید اینجا کار معماری هم میخواد انجام بدن، لول ها رو انتخاب کنید یا تو پنجه پراپرتیز یه تیک اینجا دارید به اسم استراکچرال، تیکشو بذارید. با گذاشتن این تیک یعنی تعریف کردی که این لول ها لول های سازه ای هستن. ممکنه تو همین فایل بعدن لول های معماری که معمولا 10 سم 15 سم بالاتر هستن بخواید ایجاد کنید. به این صورت بین اینها تفاوت ایجاد کردیم. خب لول ها رو کشیدیم، فایل هم به اسم جدید برای دوستان سیوش به اسم استیک پروژکت 02. در این قسمت آکس ها یا گرید های پروژه رو میخواییم بکشیم. برای ترسیم آکس ها حتما تو نمای پلن باشید، تو نمای استراکچر پلن. فعلا هم با این فلو پلن و حتی اینجا سیم پلن کاری نداریم، اینا بیشتر جنبه معماری دارن. تو این استراکچر پلن وارد پایین ترین تراز که تراز 0.1 منفی 5 باشه میشیم. روش دابل کلیک میکنیم میریم توی این تراز و آکس ها یا گرید های پروژه رو میکشیم. به چه صورتی؟ نقشه رو باز میکنیم طبق این نقشه، حالا از این نقشه آکس بندی هم میتونیم استفاده کنیم. میبینید ما توی جهت افقی از گرید 1 تا گرید 8 داریم. چجوری ترسیم میکنیم؟ رابیت باز میکنیم، از تب استراکچر فهمان گرید رو میزنیم. گرید رو که زدید یه گرید میکشید. اسمش هم چی میذاریم؟ همون 1. میتونیم گریدها رو هم طبق بکشیم. اون دوره بتونی رو حتما نگاه کنید، ما اونجا یه سری فهمان توضیح دادیم. مثلا ما میتونیم اینو کپی کنیم، اینو انتخاب کنیم، فهمان کپی رو بزنیم، کار ساده تر انجام میشه. یک کلیک روش کنیم، تو این جهت نگه داریم، فقط فواصل بین گریت ها رو وارد کنیم. فاصله چقدره؟ 1.1283. تو این جهت نگه میدارم، تیک این مولتیپل هم حتما خورده باشه. تو جهت افقی نگه میدارم، وارد میکنم 1.1283. دقت هم کنیم واحدمون هم چیه؟ متره. بعدی چنده؟ 1.03، 6.08، 1.03، 6.08 و 5.5، 4.88. 5.5، 4.88. 2.02، 2.02. این عکس های کشیدیم. برای اطمینانم میدونید از قسمت annotate فهمان align dimension رو بزنید، فواصل بین این گریدها رو اندازه بزنید که بتونید کارتونم کنترل کنید، اندازه ها با اون نقشه کد میخونه. حالا در جهت عمودی دوباره از سب استراکچر فهمان گرید رو میزنم، یه گرید میکشم، همه اولم اسمشو میزنم طبق نقشه A. طبق نقشه A، بعدی B، بعدی C. همین اول اینو میذارید A،
مجددا فرمان کپی میزنید، انتخابش میکنید، اینتر، یک کلیک روش میکنید، درجات رو پایین نگه میدارید، اندازه ها رو وارد میکنید، 4 و 5 و 35 تو این جهت نگه میدارم، 4 تو این جهت پایینی نگه میدارم، 5 و 35 گریده رو کشید. میبینید طول گریده هم یه خورده مناسب کنید، از این پایین میکشم میارمش بالاتر، در این جهت هم خوبه، این جهت هم اندازه بزنیم که اندازه گذاری کارمون کامل بشه. گریده رو کشید، نامگذاریش هم درسته. تو طبقات دیگه هم بریم این گریدا هست، تو نماهای الیویشن هم بریم این گرید ها هست، میتونیم تو این نما یه خود طول این لیول ها رو مناسب کنیم که تمام گریدا رو پوشش بده و در نمای شمالی هم میام این کار رو انجام میدم و این هم همینطور. خب گریدا رو کشیدیم، شاید یه خورده ایراده ظاهری هم داره، مثلا این گریدا الان نسبت به این کد یه خورده سایز دایره این بزرگ داره. اگر دوستان دوره ساخت فامیلی دو بودی و سه بودی در نرم افزار رویت رو دیده باشن، ما قشنگ اونجا توضیح داریم که این شکلا چجوری تنظیم میشه، سایز اینو چجوری تغییر بدیم، حتی تکستشو مثلا فونتشو تیپشو عوض کنیم. روی این که کلیک کنیم گفتیم تو این پراپرتیز، تو این ادیت تایپ میتونید تیپش رو عوض کنید، یعنی اینجا فامیلیش رو عوض کنید، اسم فامیلیش دیت سیکره، شما بیاد تو شاخه حالا فامیلی، تو پنجه پروژکت بروزر شاخه فامیلی رو باز کن، تو این شاخه انوتیشن، انوتیشن سیمبول اسمش ام گریت هد سیکر، اینو که باز کنی این تیپش رو که روش دابل کلیک کنی، شاش مثلا الان 0.2065 زم 0.2045 قدس این دایره چی بشه؟ کوچکتر بشه. روی اینا هم میتونید کلیک کنید با زدن این علامت اد البو، اینا رو بشکنید که اینا خود تو هم نرن. این گریده الان تقریبا مثل این نقشه کرد مناسب شد. الان شب بادم بشه سایزش رو کوچکتر کرد، ولی همین حد کفایت میکنه. فقط یه مشکل شاید الان داشته باشید. تو لیول 2 بادم اینجا این مشکل رو داریم. یعنی اینجا نمیشکنه، اینجا که اینو اد البو میزنی تو طبقات دیگه اعمال نمیشه. این کارو کن، این گریدو انتخاب کن، از این قسمت مودیفای گزینه به اسم پرو پیج اکستند فعال میشه، اینو بزن، اینو که زدی توی ترازهایی که قرار این اتفاق بیفته تیکشو بزن، این فلو پلنا نه، رفلکت پلنا نه، این استراکچر پلنا، تو تراز 02 03 تیکشو میذارم که این شکست توی اون ترازها هم چی بشه؟ اعمال بشه. حالا نها کنید، من میام تو تراز 04، میبینید اینجا هم این اتفاق افتاد. خب عکسای پروژه رو هم ترسیم کردیم، فایل به اسم جدید سیوش میکنیم به اسم استیت پروژکت 03. در این قسمت ستونهای پروژه رو میخواییم ترسیم کنیم. اگر یادتون باشه گفتیم از تب استراکچر فرمان کالم رو اجرا میکنیم، با اجرای فرمان کالم از ترازی که هستی که تراز 01 اینجا رو حالت هایت میذارید و اینجا هم بالای ستون رو ترازش رو مشخص میکنید، مثلا تراز 0، و بعد با کلیک ستونتو میکشید. البته برای اینکه ستون بهتر دیده بشه تو این قسمت دیتیل لیبل، یعنی تو باشه گفتیم رو حالت فاین بذارید و این ستون ترسیم میشه. پیش وضع کار ما ستون اچه، البته با نقشه ما تقریبا میخونه، ستونه پروژه منم اچه، ولی یک تفاوت مهم داره. این ستون H که توی پیشورز کارمون وجود داره ستون H نبرد شده است، ولی این ستونی که من تو کارم نیاز دارم ستون اصطلاحاً کارگاهیه و توی کارگاه با پلیت و جوش دادن پلیت ها ساخته میشه، پس ماهیتاً متفاوته. شاید من پروژه حرفه‌ای بخوام کار کنم نتونم از این ستون استفاده کنم. البته اگه پروژه ساده باشه میتونید حلش کنید قضیه رو ها، یعنی مثلا اینو انتخاب کنید طبق نقشه بیاید تو این ادیت تایپ ابعاد ستون رو وارد کنید، حالا زیاد این فیلتش رو ندید در نظر بگیرید، ولی گفتیم کار حرفه‌ای در نمیاد. یه مشکل هم داریم، من فهمان ستون رو که میزنم شاید بگید خب مثل پروژه بتونی پروژه قبلی بریم ستون لود کنیم و ستون با مقطع شبیه اچ رو بیاریم. خب لود میزنیم، لود که زدیم میریم توی لایبرری، تو همون مسیر سی پروگرام دیتا اوتودسک آر وی تی که گفتیم، یا تو مسیری که تو این فولدر دورمون واسه تون ریختم،
یه فولدر لایبی واسه تون ریختم، بازش کنید. یک سری فامیلی های مورد نظرتون اینجا هست، از جمله استراکچر کانه. ولی اینو باز کنید یه مشکل داریم. استیله که باز کنید هیچ گونه ستونه با مقطعی که الان مد نظرمون هست اینجا وجود نداره. تو اینترنت هم سرچ کنید اون چیزی که بخواید تو پیدا نکنید. حقیقتا باید بلد باشید بسازید. برای ساخت ما چیکار میکنیم؟ ما باید وارد محیط فامیلی بشیم. البته دوستان توجه داشته باشید، ما تو دوره ساخت فامیلی دو بودی سه بودی انواع اقسام فامیلی رو ساختیم. به دوستان حتما پیشنهاد میکنم اون دوره رو ببینید. ما بیشتر تو اون دوره بیشتر فامیلی های معماری ساختیم و فامیلی های مثل ستون نساختیم. ولی چارچوب قضیه یکیه. شما با دیدن اون فیلم ها قشنگ میتونید ستون های سازه ای هم بسازید. حالا چجوری میسازید؟ پس هدفمون اینه یک ستون به صورت HT ورقی بسازیم که کاملا هم پارامتری باشه. چه پارامتری داره؟ پارامتری مثل عرض بار، ضخامت بار، ضخامت جان و ارتفاع جان. 6 تا سایزم داره. میان این کارو میکنیم. نیو فامیلی رو میزنیم. نیو فامیلی که زدیم یادتون باشه گفتیم باید از فامیلی تمپلیت ها استفاده کنیم. باز دوستان توجه داشته باشید، اگر به هر دلیلی فامیلی تمپلیت ها رو نداشتید نگران نباشید. تو همون فولدری که بهتون معرفی کرده بودین داخلش برید، این فامیلی تمپلیت ها رو هم براتون قرار دادیم. میبینید از اینجا هم میتونید اینا رو استفاده کنید. از قسمت فایل نیو رو میزنم. نیو فامیلی. نیو فامیلی که زدیم از این لیست چی انتخاب میکنیم؟ البته این زده امپریال، واحدش پیش‌فرضش میشه بیشتر فوت و اینچ. یه بک بزنم، این انگلیشش رو باز میکنم و از اینجا ستون رو انتخاب میکنم. استراکچرال کالم. البته یه کلمه متریک داره، ممکنه آره برای شما نداشته باشه، مهمم نیست. این استراکچرال کالم رو انتخاب میکنیم برای ساخته ستون. دقت کنید دوستان، اینجا یه کالم هم داریم، یعنی یه متریک کالم هم اینجا داریم. نشون بدم، از این استفاده نکنید. این برای ستون معماریه. ما یه ستون دیگه هم داریم به اسم ستون معماری که اینجا کارایی واسه من نداره. حتما از فامیلی تمپلیتی چی استفاده کنید؟ متریک استراکچرال کالم. اینو انتخاب میکنید و اوپنو میزنید. محیط این فامیلی باز میشه. محیط فامیلی که باز شد شبیه همون فامیلی های فرنیچر، فامیلی های مثل پنجره یا فامیلی دیگه که تو دوره ساخت فامیلی دو بودی سه بودی گفتیم اونجا ساختیم، مثل همونه. خب من میخوام یک ستون با مقطع H بکشم. این ریفرنس ها خیلی هم گفتیم مهمه. الان هم نمای چی هستم؟ نمای پلنگ یا همون لاور ریفرنس لیبل. این ریفرنس ها پاک میکنم اصلا. چارچوب کارمون همون دوتا ریفرنس چی بشه؟ مرکزی بشه. یعنی همون ریفرنس های اصلی. میخوام یک چنین مقطعی رو بکشیم. یک چنین مقطع H. توجه داشته باشید. نکته مهم واسه من پارامتریه. قبل از اینکه فرمان اکسترشن رو بزنم باید ریفرنس پلین رو بکشیم. از شاخه کرییت فرمان ریفرنس پلین رو میزنید و ریفرنس های کار که همون لبه های جی اس باشه رو شروع میکنید به چی؟ کشیدن. خب این 4 تا لبه اصلی اینها رو با دایمنشن از قسمت انوتیت الان دایمنشن رو میزنید، اینا رو نسبت به مرکز ایکال میکنید که از وسط کوچیک و بزرگ بشه. اینا ما اندازه میذاریم، بعدم پارامتر عرض بار رو بهش میدیم. از این به این وسط و به این، اینم اندازه میزنیم، اینم رو کار میکنیم، از اینجا به اینجا هم اندازه میزنیم. میان ریفرنس رو میزنیم مجددا، ریفرنس پلین رو میزنیم، یا ریفرنس اینجا میکشیم، یا ریفرنس هم اینجا میکشیم، یا ریفرنس هم اینجا برای ضخامت بال و جان. و این ریفرنس ها رو با اندازه گذاری درستش میکنیم. این ریفرنس هم نسبت به وسط ایکال میشه که ضخامت جان از وسط کوچیک و بزرگ بشه. از این به اینم اندازه میزنیم. خب میایم پارامتر رو تعریف میکنیم. این پارامتر میشه عرض باد به اسم BF اصطلاحا میشناسیمش. این دایمنشن انتخاب، از این قسمت لیبل این گزینه کرییت پارامتر میزنیم. عنوان پارامتر اینجا میزنیم چی؟ این قسمت نیم BF. اوکی میکنیم. اینو انتخاب میکنیم. البته بهتر بود من اینو پاک کنم. این دایمنشن رو از این ریفرنس پایین به این ریفرنس پایین بزنیم. که پارامتر میزنیم به اسم پارامتر DW میگیم، یعنی ارتفاع جان. میایم این دایمنشن و این دایمنشن رو با کنترل انتخاب میکنیم
به این دوتا پارامتر چی رو میدیم؟ TF رو میدیم. و این پارامتر هم انتخاب میکنیم. کلیک پارامتر میزنیم. پارامتر TW یا ضخامت جان رو بهش میدیم. خب ریفرنس های کار رو کشیدیم. حالا میان چیکار میکنیم؟ از شاخه کرییت فرمان اکسترودشن رو میزنیم و اینجا یه مقطع آی میکشیم. به این روال مثل همون فامیلی های معماری، فامیلی هایی که ساختیمه، یعنی چارچوب مثل همونه. حالا داریم آبجکت های سازه ای میسازیم. یه مقطع آی شکل میکشم، بعد الاین رو میزنم، این ریفرنس رو انتخاب میکنم، این خط رو بهش میرسم و حتما قفلم فراموش نمی کنم که بزنم که با این تغییر اندازه بده. این هم توجه کنید، یک بار این فامیلیا رو بسازید دیگه واقعا واسه همیشه قضیه حل و نیازی نیست تو هر پروژه این ستون رو بسازید. خب به این ریفرنس ها قفلش میکنم و از اینجا فینیش رو میزنم، از این قسمت مودیفای فینیش رو میزنم که کارم تکمیل بشه. اینجا هم رو حالت شیدد میزنم که کارو به صورت توار ببینید. حتما بعد از ساخت فامیلی تایپ رو بزنید، سایز رو تغییر بدید، یا ایتون هم باشه گفتید از پارامترهای کوچیک شروع کنید. مثلا این TW بشه 20 میل، واحدمون هم میلیمتر، اپلای. این عرض بال بشه مثلا 30، BF بشه 35 سانت، ارتفاع جان بشه 40 سانت، 400 میلی. کاملا این مقطع درست کار کرد. میبینید ما این مقطع رو ساختیم. حالا یه نکته دیگه هم داریم. چی هست؟ خب این ستونی که ساختیم الان رو حالت سه‌بعدی میذاریم، از این قسمت بالا 3D میذاریم، ستون رو ساختیم. ارتفاعش چی میشه؟ ارتفاعش هم میتونیم تو نمای رو به رو بریم، از این خط به این پایین اندازه بدیم، یه پارامتر اچ بدیم مثل همون میزی که ساختیم. ولی یه مشکل بزرگ وجود داره. ما ستونمون به تراز وصل میشه. اگر یادتون باشه تو پروژه بتونی میگفتیم ستون از تراز 1 برسه به تراز 5، به تراز 2، یعنی نمی اومدیم بگیم یه ستون بکش به ارتفاع 3.20. نیاز به کشیدن یه ریفرنس اینجا نیست. اینجا خودش یک ریفرنس داره به اسم اپر ریفرنس لول، یعنی تراز بالایی. میای الاین رو میزنی، این ریفرنس رو انتخاب میکنی و بالای این اکسترود رو بهش میرسونی و قفلم فراموش نمیکنی. خب تموم شد، یعنی الان به تو پروژه به تراز بالایی وصل میشه. خب این ستون رو ما تا این مرحله ساختیم. میایم سیو میکنیم و این فامیلی رو توی یک مسیر دلخواهی سیوش میکنیم. برای اینکه دوستان این فامیلی هایی که میسازیم رو داشته باشن، تو همین فولدر S1 یا فولدر اول، تو این قسمت همین فولدر یک فولدر میسازم به اسم فامیلی و تمام فامیلی هایی که تو این دوره ساخته میشه رو داخل این فولدر براتون سیوش میکنم. یک فولدر دیگه میسازیم به اسم استراکچر کالم و اینو به عنوان اچ کالم 1 سیوش میکنیم. در گام بعدی هم لودش میکنیم توی پروژه و ازش استفاده میکنیم. خب تو نمای الیویشن نباشید، تو نمای پلن باشید. ستون رو حالا اجرا کنید از سبه استراکچر. تو لیست هم همین ستون رو میتونید انتخاب کنید و اینجا رو آتی ورتیکال بذارید و یک کلیک این ستون که مقطع آی یا اچ داره ترسیم میشه و رو حالت سه‌بعدی هم میذارم. ارتفاع کاملا مشخصه، میتونیم هم اینجا انتخابش کنیم، تراز بالاشو به تراز 5 برسونیم و اون لیبل که بس کردیم اینجا قشنگ میتونه به ترازهای بعدی برسه. این فایل هم براتون به اسم جدید سیو میکنم به اسم پروژکت و میام اینو تو فولدر S2 براتون ذخیرش میکنم به اسم پروژکت 4. گفتیم فامیلیا همه تو همون فولدر اولی هست و فایل ها تو هر فولدر خودش قرار گرفته. در این قسمت ساخت این فامیلی ستون با مقطع اچ رو میخوایم ادامه بدیم. دوستان توجه داشته باشید، شما الان این ستون یاد بگیرید، خب ستون باکس هم همینه، ستون دوبل آی پی هم خب همینه. حالا دوبار این بعد تکرار بشه. البته توجه داشته باشید ستون دوبل آی پی بخواید بسازی، فکر نکنید باید دوتا ستون رو کنار هم بذارید. تو محیط فامیلی دوتا اکسترود آی میکشید، البته خب به صورت پارامتری با ریفرنس های مربوطه. چند تا مورد به این فامیلی اضافه کنید.
میخوام متریال هم داشته باشه، مثل همون فامیلی های معماری مثل میز و کابینه که ساختیم به این میتونیم متریال هم بدیم. و یه کار دیگه، من که این ستون رو انتخاب میکنم میخوام تیپاش از اینجا اضافه نکنم، یعنی ادیت تایپ رو نمیخوام بزنم، مثلا از این دابلیکیت بگیرم و تیپا رو بسازم بر اساس پارامترهایی که تعریف کردم. میخوام اینا تو همون محیط فامیلی انجام بشه. دلیلش هم چیه؟ معمولا این سایزها یک سری سایز استاندارده، پروژه بعدی هم این سایزها رو نیاز داریم، پس یک بار حرفه‌ای میسازیم که دیگه قضیه برای همیشه حل بشه. میام این کارو میکنیم، این ستون رو انتخاب میکنیم و از این قسمت بالا ادیت فامیلی رو میزنیم. البته با زدن دکمه کنترل تب هم میتونیم به اون فایل دسترسی داشته باشیم. پیشنهادم میکنم که از تب ویو گزینه کلوز این اکتیو ویو رو بزن که ویوهای پشتی بسته بشه، که کلا دو تا فایل ببینید، فایل پروژه اینم فایل فامیلی که روش کار کردید. یعنی از اینجا هم کلیک کنید به این فامیلی دسترسی دارید. اینو انتخاب میکنم، یک کدوم از این ستونا انتخاب میکنم، ادیت فامیلی رو میذارم، میرم تو محیط فامیلی. متریالشو چیکار کنم؟ پارامتری هم میخوام بسازم متریال رو. ببینید، بیاید روی این ستون کلیک کنید، اینجا میتونید یک متریال بهش بدید. ببین اینجا زده متریال و گفتیم میخوام متریال پارامتری بسازیم. تو این گزینه اسوسییت که کلیک کنید میتونید پارامتر تو اینجا انتخاب کنید، که البته باید یک پارامتر متریال باشه. یه دونه داره، فرض میکنیم وجود نداشت اصلا، کنسل میکنیم، میاد تو این فامیلی تایپ، یک پارامتر با زدن این گزینه نیو پارامتر میسازید. اینو که زدی حتما حتما تو این قسمت دیتا تایپ بذارید رو حالت متریال و عنوانش هم چی بذارید؟ متریال ستون. خب اوکی میکنیم، همینجا هم بهش یک متریال مناسب میدیم، روی این کلیک میکنیم، این سناخته رو میزنیم و تو پنجره متریالی که باز میشه یه متریال مناسب برای ستون میسازیم. از دیفالت کلیک راست میکنیم، دابلیکیت میگیریم، دابلیکیتی که زدیم اسمشو میزنیم صرف یک کاله، یه رنگی بهش میدیم، از آن نارنجی میذاریم، هاشور هم اگه خواستید بهش اعمال کنیم. اوکی میکنیم و اوکی میکنیم. حالا میایم این پارامتر به این اعمال میدیم، ستون رو انتخاب کنید، حجمش رو تو محیط فامیلی اینجا به جای اینکه متری از اینجا بدی رو این گزینه اسوسییت فامیلی پارامتر کلیک کنید، پارامتر متریال کارمی که ساختید رو بهش اختصاص بدید. همینجا به صورت چی در میاد؟ به صورت رنگی. یه کاری دیگه هم انجام میدم، میام فامیلی تایپ رو میزنم، سایز ها رو با استفاده از این گزینه نیو تایپ میسازم. سایز ها چی هست؟ سایز ها طبق نقشه اینه، سکشن A ابعادش اینه. پیشنهادم میکنم با اسم همین پیش بریم، چون بعدا من میخوام ترسیم کنم ستونا رو. ببین الان این سکشن رو زده E، این رو زده مثلا E، یکی دیگر زده D. اسم رو دیگه هرچه دلت خواست میتونی بذاری، ولی بعدم نیست، با همین کلمه A و B و C نامگذاری کنیم. ستون A سایزش اینه 320 در C، اینم 300 در C. میان اینجا نیو تایپ رو میزنیم، اسمش رو میذاریم A، اوکی میکنیم و ابعادش رو درست میکنیم. BF کنم 320 بود، بله. D یعنی ارتفاع، ما از داخل این گرفتیم دیگه، C بود. ضخامت هم جفتش C، ارتفاعش البته 300 بود، این C اینم C. متریالش هم که همون متریال کادم بود. یه اپلای میزنیم، این سایز ستون و ستون A ساخته شد. دوباره نیو تایپ رو میزنیم، مقطع بعدی B. دوباره میریم نقشه رو باز میکنیم، مقطع ستون B رو میبینیم. دقت هم کنید، حتما یک بار نقشه رو کاملا چک کنید که دستتون بیاد این نقشه چی هست. یه نقشه رو انجام بدید، حقیقتا نقشه دیگه هم روال همینه. مقطع B ببینید 320 C 320، یعنی فقط به جای C می شده 20. مقطع B رو که ساختیم، این ستاره رو B، این C، این C، اینم 20. یه اپلای میذارم که اعمال بشه، دوباره یه نیو تایپ، مقطع C، باز جدول رو باز میکنیم، نقشه رو باز میکنیم، مقطع C ابعادش 300 C 315 300 C 315. دوباره تیپ جدید، نیو، مقطع D 325 315 و دوباره یه تیپ جدید، تیپ E
320-312. بیشتر با زخامت ها بازی شده تو این پروژه. تیپ آخری F 250-15-270. این یه خود آده سایزش کوچکتر شده. 250-15-270-10. اوکی میکنیم؟ خب این سایز ها ساخته شد. سیو رو میزنیم که رو همون فامیلی قبلی سیو بشه و در گام بعدی لود رو میزنیم توی پروژمون لودش میکنیم. اگر پیغام هم داد یا تو باشه گفتیم اوورایت بزنیم که تغییرات روی این اعمال بشه. حالا ببینید من برمیگردم به پلن صفر یک سازی. این دو تا ستون اصلا پاک میکنم. اگر فرمان ستون حالا بزنم لیست رو باز کنم توی پراپرتیز، ببینید این اولی کاری نداریم. حالا میتونید اینم دیلیت کنید. 6 تا ستون A تا F داره. هر کدومی که انتخاب کنید میتونید کلیک کنید مطابق بر نقشه ستوناتو بکشید. میبینید ستون ها مشخصه، یه خورده سایزش هم با هم متفاوته. اینم بهتون میگم الان این فامیلی رو تو هر پروژه‌ای که ستون H داری میتونید ببین ازش استفاده کنید. یعنی یه بار بسازید دیگه واسه همیشه حل و نیازی نیست تو هر پروژه ساخته بشه. شاید توی پروژه های فولادی که عرف کار هست ستونا یکی به صورت همین مقطع اچه، ممکنه ستون باکس هم نیاز باشه و همچنین دوبل آی پی که اونا رو هم میتونه به همین روال بسازه. حالا بعد بشینیم طبق نقشه ستونای پروژه رو توی آکسای مربوطش ترسیم کنیم. این فایل رو تا این مرحله سیو جدید میگیریم به اسم 5 و این قسمت رو اینجا تو این قسمت ستونای پروژه رو طبق نقشه میخوایم بکشیم. این دو تا ستون موجود رو پاک میکنیم، نقشه کد رو باز میکنیم، طبق نقشه ستون گذاریمون به این صورت. میبینید مقاطع نوشته C1 C2 C3 سه تا تیپ ستون داریم و اینجا هم نقشه ستونا رو برای ما نمایش داده و اینجا اسم مقاطع رو هم نوشته. مقطع این B، مقطع این پایین B، میبینید مقطع این A. طبق این نقشه باید کار کنیم. میتونیم با همون روال پروژه بتونی پیش بریم. چجوری بود؟ ستونا رو تا طبقه اول کشیدیم اگر خاطرتون باشه، بعد کپی کردیم تو طبقات بعدی. ولی دلیل نداره که همه پروژه های مدل باشن. ستونای بتونی گفتیم برای اینکه میگید گذاریا رو تو تراز طبقات بتونید قطع هم بدید، طبقه طبقه بکشید. ولی تو پروژه فولادی اینطور نیست. دوستانی که شاید تو اجرای اسکلت فولادی باشن دیدن مثلا این ستون چجوری اجرا میشه. این مقطع A، این مقطع مثلا B، اینا مثلا مقطع چی است؟ B. یعنی این که B اینم B، دو تا ستون جدا نیست، تو کارگاه یه تیکه ساخته میشه. شاید یه ستون به طول مثلا 13 متر اجرا بشه. یا این ستونی که الان مقطعش B هست و این یکی هم مثلا پایینش هم شاید B باشه، میبینید؟ یعنی اینا یه تیکه اجرا میشه. یه تیکه میاد به صورت 13 متری تو محل اجرا میشه و رو هم دیگه اسمبل میشه. من چجوری اینو مدل کنم که کارم با کمترین زمان انجام بشه؟ ما میتونیم یه کار خیلی قشنگ انجام بدیم. حتی تو پروژه بتونی هم میتونی این کار انجام بدی. شما سه تا تیپ ستون داری، میبینی؟ شما این ستون از طبقه اول تا تراز آخر یه تیکه بساز. مثلا 9 تا ستون رو بساز. اینو که ساختی بعد حالا به صورت یه مجموعه درش بیار، طبق نقشه تو این آکسایی که هست بذار. شما نگاه کنید الان تو 4 تا آکس من 31 دارم. پس من میتونم تو این پروژه فولادی مخصوصم و همچنین تو پروژه بتونی این کاری که دارم انجام میدم و تو پروژه بتونی هم میتونی تعمیم بدی. یه ستونات از اول تا آخر بساز، بعد برو چیکار کن؟ راحت تو آکسای مورد نظر کپی کن. طبق نقشه ما توی تقاطع A 5 ستون 31 داریم. اینو میسازیم. به چه صورتی؟ اینجا. طبق این نقشه C1، نقشه C1 رو باز میکنیم. تراز پایین مقطع A، یعنی هم تراز اول. میایم فرمان ستون رو میزنیم، تیپ ستون رو میزنیم مقطع A. و تو A5 این ستون رو فعلا تو تراز بعدی صفر رو میکشم. شاید بعداً لازم میشه بالاترم ببرم. خب اینو میکشم. حالا میخوام برم طبقه بعدی رو بکشم. بخوام برم تو لیبل کار سختی.